به نام و یاد خداوند متعال و سلام بر شما بیننده های عزیز به برنامه آخر خط به گونه زنده از نور خوش آمدید. در هفتمین روز ماه محرم قرار داریم. محرم ماهی است که در آن رخداد عاشورا و قیام حسین علیه السلام اتفاق افتاده است. اما عاشورا دهمین روز از ماه محرم در تقویم هجری قمری و یکی از روزهای مقدس مسلمانان است. شهرت بزرگی این روز نزد مسلمانان به دلیل واقعه عاشورای سال 61 هجری قمری است که در این روز حسین بن علی رضی الله عنهما که امام سوم مسلمانان شیعه است با 72 تن از یارانش در کربلا به شهادت رسید. از این رو با فرا رسیدن ماه محرم و به خصوص روز دهم این ماه مسلمانان در این روز سوگواری میکنند. در نیم ساعت نخست برنامه کمال الدین حامد استاد دانشگاه با بررسی همین موضوع با ما هستند. خیلی خوش آمدید استاد. تشکر. سلامت بسیار تشکر. ببین در آغاز در مورد چیستی عاشورا و همچنین چگونگی فهم و برداشتی که از متن رخداد عاشورا وجود داره اگر حرفی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عاشورا واژه‌ای است که به معنای دهم یا روز دهم گفته می شود. چون حضرت حسین در روز دهم محرم به شهادت رسیده است با یارانش، از او به بعد به عنوان عاشورا یا و روز نهمی که حادثه ای که قبل از روز شهادتش رخ داد او به نام تاسعا و بعد روز دهم هم به نام عاشورا یادآوری می شود. اساسا قیام حضرت حسین که بدون شک یک قیام واقعی بود در برابر حکومت یزید یا اقتدار هم زمان نقطه عطف در تاریخ مبارزات امت اسلامی شمرده می شود و این قیام مشروعیت دهنده به شکل حقوقی و توجیهگر به شکل سیاسی آن برای قیام های بعدی در سطح جهان اسلام و در طول تاریخ تمدن اسلامی شد. در بسیاری از کشورهای اسلامی وقتی مردم، وقتی رهبران مجاهدین، رهبران مبارز در برابر استبداد میخواستن قیام بکنن، یکی از عوامل مشروعیت دهنده خود را از قیام حضرت حسین میگرفت. و از جانب دیگر از این که حضرت حسین نواده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، قیام در برابر شرک به نام و عنوان پیامبر اکرم تمام شد و خاتمه یافت و قیام در برابر استبداد داخلی و انحراف درونی به نام نواده او که حضرت حسین است ثبت گردید. به این دو شکل این قیام برجستگی خاصی پیدا کرد، ورنه نفس شهادت قبل از حضرت حسین حضرت علی هم به شهادت رسیده است و حضرت عمر هم به شهادت رسیده است و به روایت خود پیامبر اکرم هم مرگش به اثری به گونه شهادت بوده است. ولی این قیام که برجستگی پیدا کرد با ماهیت شهادت طلبانه نبود صرف، بلکه با ماهیت و محتوای سیاسی و حقوقی که داشت ای باعث شد که برجستگی پیدا بکنه و به عنوانی یک نقطه عطفی در تاریخ تمدن اسلامی باشه و حتی شخصیت های بزرگ غیر مسلمان هم به گونه این قیام را الگوی برای آزادی طلبی و یا مطالبه حق مردم در برابر یک اقتداری سلطگر و مستبد قلمداد بکنه و ایر الگو بدانه. بله. و همچنان در مورد عوامل و چگونگی شکل گیری این قیام مرفهای زیاد خوب گفته شده و علما و کسایی که در راستای اطلاعات دانن حرفهای زیاد میگن. چی چیزی باعث شد واقعا که این اتفاق رخ بده و این قیام به وقوع پیونده؟ سوال شما سوال بسیار جالبه. اساسا در رابطه با عاشورا باید به همین سوال پرداخته شود. علما متاسفانه برای ارزیابی این قیام گرفتاری جزئیات حاشیوی این قیام شدن. مثلا تمرکز بحث روی اخلاق حضرت حسین است و روی بد اخلاقی های یزید است. تمرکز بحث روی مثلا مظلومیتی که در دشت کربلا به حال حضرت حسین وارد شد و روی مسائل است، در حالی که دو نکته اساسی در متن یا در درون این قیام نهفته است. اولی که رابطه اسلام با قدرت برخلاف مسیحیت و یهودیت می باشد. در مسیحیت و یهودیت رابطه دین با قدرت رابطه کنار آمدن و انعطافی است. یعنی دین با اصول اعتقادی و اخلاقی خود با ساختار اقتدار کنار می آید و اقتدار با هر چارچوبی که باشد صرف می تواند عقاید دینی را بپذیرد و با هم زندگی بکند.
ولی در اسلام اینطور نیست. رابطه دین با قدرت رابطه سوق دهنده است، یعنی به گونه ای است که دین همان طوری که اخلاق مردم رهبری میکنه و ابتکار میکنه، همان طوری که عقاید جدیدی را ارائه میکنه و همان طور ساختار قدرت باید دین شکل بده. این شکل دهندگی دین برای قدرت در عصر پیامبر اکرم به تجربه گرفته شد که وقتی پیامبر اکرم دولت تأسیس کرد، تمامی ساختارهای قدرت قبلی را، چی ساختار قبیلوی بود یا موروثی بود، از بین برد و او را به ساختار شورایی تبدیل کرد. و این ساختار قدرت به شکل دینیان که مبتنی بر شورا بود در عصر خلفای راشدین با کاستی ها و کمی های، ولی غالبا با پیروی از همان سنت پیامبر اکرم ادامه یافت. ناگهان به دست یزید این ساختار دینی تبدیل شد به ساختار قبیلوی و موروثی. و یزید هیچگاه ظاهراً یا علناً مدعی نشد که او اسلام را دیگه قبول نداره. مدعی از این نشد که عقاید اسلامی را نمیپذیره. مدعی این نشد که اخلاق اسلامی را از جامعه را شکن میکنه. ولی مدعی این حرف شد که ساختار قدرت باید به شکل خاندانی در خاندان آنها موروثی و انتقال پیدا بکنه و در رأس قدرت هم خاندان آنها باشه و این را عملاً به اثبات رسان برای این که جبران از مردم بیعت گرفت. یعنی در حقیقت در تاریخ تمدن اسلامی برای اولین بار بود که رابطه دین اسلام با ساختار قدرتی که اسلام را می کرد گسسته شد، از بین رفت و ساختار قدرت در درون اسلام تبدیل شد به اون ساختار قبل از اسلام که ساختار قبیلوی و موروثی و استبدادی بود. حضرت حسین در برابر این انحراف قیام کرد. یعنی در حقیقت به یک جمله در برابر موروثی شدن اقتدار سیاسی و در برابر استبداد سیاسی. مهم نبود که در رأس این موروثی شدن و این استبداد یزید باشه. فرض بگیریم اگر کسی دیگری هم میشد، عین موروثی بودن و استبداد را اگر رهبری میکرد، حضرت حسین قیام میکرد، چون با اساس شورایی که اسلام مد نظر داشت با او در تضاد بود. نکته دوم، انگیزه دیگر، چگونگی افراد یا عناصر این اقتدار یا دولت بود. وقتی عناصر دولت یزید را ما مورد بحث قرار میدیم، اینها شخصیت هایی هستند که پابندیشان به لحاظ حقوقی و به لحاظ سیاسی بر اساسات اسلامی کمتر نسبت به پابندیشان به عرف و عادات قبیلوی، در حالی که خودشان به ظاهر نماز می خواندند و تظاهر به اسلام می کرد و اخلاق و عقاید اسلامی را به ظاهر پذیرا بود، ولی آنچه که اینا در راستای او مبارزه می کرد او اساسات قبیلوی و در اصطلاح همان استبداد قبیلوی بود که اینا دامن می زد و عقده های قبیلوی قبلی را هم شکل جدیدی برایش می داد که میان قبیله بنی هاشم و بنی امیه و امثال اینها ادامه داشت، یعنی وجود داشت. روی این دو ملحوظ حضرت حسین قیام کرد و این قیام موفق هم شد. موفق به این معنا شد که یعنی این ساختار را برایش نه گفت. وقتی نه گفت، این نه در تاریخ تبدیل شد به نه عموم مردم که امروز تمام قیام‌های مسلمان اسلامی در کشورهای مختلف در طول تاریخ از این نه گفتن حضرت حسین آب می‌خورند. بله، حالا اشاره کردن که رخداد عاشورا در حقیقت مهمترین مو مصداق بارز پیوند دین و سیاست است که در دین اسلام وجود دارد. و در کل اگر در یک مورد دیگه هم صحبت کنیم که پس ماهیت سیاسی و دینی این قیام چی بوده و بیشتر کدامش واقعا در اینجا برجسته هست؟ به نظر ما ماهیت سیاسی این قیام خیلی برجسته بوده. البته نمیگویم که ماهیت دینیش کم بوده، منظور ما سیاست دینی است. وقتی میگیم ماهیت سیاسیش برجسته بوده، یعنی همان سیاستی که از متن دین اسلام گرفته شده بود. خلفای گذشته، خلفای راشدین اون را در قالب شورا و بیعت اجرا میکرد، بیعت با انتخاب. نه ابو بکر صدیق، نه عمر فاروق، نه حضرت عثمان، نه حضرت علی رضی الله تعالی عنهم، هیچ کدامشان قدرت را از شکل شورایی آن بیرون نکرد و لااقل برای خانوادهشان صراحتاً به میراث نگذاشت.
و جنبه سیاسیش زمانی برجسته میشه که فقط اینی نکته حذف میشه، یعنی عدم میراث گذاری قدرت تبدیل میشه به وراثت. وقتی به وراثت تبدیل میشه، طبعا باز نظام عرف قبیلوی، ارزش‌های قبیلوی هم در داخل این وراثت انتقال پیدا میکنه و میآید در رأس قدرت قرار میگیره. اینجا است که شاید آدمای زیادی بود در کنار حضرت حسین یا در امو عصر که از یزید بدشان میآمد، یعنی صحابه هایی وجود داشت که بدشان می آمد، ولی چرا قیام حضرت حسین برجسته است؟ چون شکننده ای امی سیستم بود، یعنی دیگرایی که بدشان می آمد این بد بردن مفید نبود برای جامعه بعدی و برای تاریخ اسلام. سپاسگزار هستیم. ادامه این برنامه تا لحظات دیگر. باز هم خوش آمدید. استاد، خوب به موارد اشاره کردین از علل و عوامل شکل گیری نهضت عاشورا و همچنان چگونگی ماهیتی که در قیام وجود داشت، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ دینی. اما در این که خوب قیام میتونه یک الگوی مبارزاتی برای نسلهای بعدی و برای قرنها در جامعه اسلامی باشه و حتی گفته میشه که در خارج از جامعه اسلامی میتونه مردم از این قیام الگو بگیرن برای مبارزات این حرفا، اما برای حفظ این قیام و نحوه سوگواری و یادآوری این چگونه باید باشه و شکل مناسبی که ما باید از این نوزد و از این قیام یادآوری کنیم چی هست؟ اینجا دو نکته است. یکی چیزایی در حاشیه یادآوری از این قیام بوده که او در متن آمده است و چیزایی که به عنوان متن یادآوری از این قیام باید می بود، این به حاشیه رانده شده است. آنچه که در متن یادآوری از این قیام می بود، او دو سه تا نکته بود. یک، باید این برجسته می شد که تاریخ تمدن اسلامی هیچگاهی ظلم و استبداد سیاسی را از درون نمی پذیره. و دو، باید برجسته می شد که خانواده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همان طوری که علم برداری انتقال اصول و ارزش های اسلامی به شکل اجتماعی و اخلاقی و اعتقادی آن است، همچنان انتقال دهنده تفکر سیاسی اسلام که همان توجیه اقتدار در اسلام است، انتقال دهنده از این هم است. و سوم هم اخلاق مبارزاتی که حضرت حسین و حضرت علی، حضرت عمر اینا به نمایش گذاشت و این باید برای سیاستمدارای ما، برای رهبران ما و برای همچنان برای جوانان و همه نسل ما الگو میشد. اینا متن یادآوری از قیام. این متن به حاشیه رفته. آنچه که در حاشیه بود به متن آمده. آنچه که در حاشیه بود یک افسوس سوگواری است که امروز تبدیل شده به متن یادآوری. ما سوگواری میکنیم برای چی؟ برای اینکه حضرت حسین مگر پدری ما بود، مگر پسری ما بود، مگر برادری ما بود؟ نه خیر. اگر با نفس سوگواری در نظر بگیریم، باید بیشتر از حضرت حسین سوگواری به حضرت علی شود چون پدرش بود، و بیشتر از او پیامبر اکرم شود چون پیامبر ما بود. وقتی میرسیم به محض سوگواری کردن و تعزیت کردن، در حقیقت ما محتوای قیام را به حاشیه میرانیم و او را تبدیل میکنیم به یک تعزیت، و شکل تعزیت هم امو شکل قبیلوی که حضرت حسین در برابر از او مبارزه کرده. تعزیت امروزی که در کوچه و بازار به شکل دستجمعی صورت میگیره، به سینه بزن، به سر بکوب، به پشت بزن، ای امو شکل تعزیت است قبل از اسلام بود. در هیچ جای اسلام چنین تعزیتی نامده است. البته علمای بزرگی از اهل تشیع کوشش کردند که فتواهای صادر بکنند تا اشکال انحرافی این تعزیت جلوگیری بکنند، ولی حرفشان کمتر تاثیر کرده است. چرا؟ متاسفانه این شکل تعزیت تبدیل شده به یک عرف عام و آلا جنبه نمادین سیاسی هم به خود گرفته. وقتی به خود گرفته به شکل مانوری اجرا میشه و هیچ ارتباطی هم با شکل تعزیت در اسلام نداره. اولی که تعزیت خودش در اسلام یک وجیبه نیست، یک ضرورت نیست، یک نوع تبارز احساسات ممکنه صورت بگیره به شکل تعزیت که او هم ضرور نیست که حتما صورت بگیره. نکته دوم، زیاد تاکید میشه سر مظلوم نمایی حضرت حسین. حضرت حسین اونجا مظلوم نشد، مگر در کدام کمینی سر نخورد که همه شهید شده باشن ما بگیم مظلومانه به شهادت رسید؟ او قهرمانانه مبارزه خودش انتخاب کرد. وقتی کسی میای مبارزه را انتخاب میکنه که نتیجهش قبل از قبل معلوم است، تا دمی مرگ وقتی سر عقایدش با ثبات استاد میشه، این پیروزیه. وقتی کسی مرگ میبینه عقب نشینی میکنه، این شکسته. ولی حضرت حسین تا دمی مرگ استاد شد، این پیروزی بود. ما این پیروزی را تبدیل میکنیم به مظلوم نمایی و ممکنه این مظلوم نمایی ما باعث شود که جوانان اشک بریزه، ممکنه این مظلوم نمایی باعث شود که یک تعداد تاسف بخوره، ولی اشک ریختن
هنوز مظلومیت بیشتر به کنج مظلومیت میرانه. ما باید این ثبات را به عنوان الگو مطرح کنیم، چون این ثبات بود که امروز توجه کننده ثبات های زیادی در تاریخ جهان اسلام است. مردم افغانستان در برابر شوروی مبارزه کرد، از این ثبات الگو گرفت. وقتی گاندی میای از این ثبات الگو میگیره و دیگران میگیره، ضرورتی وجود نداره که ما سر مظلومیت تاکید بکنیم. بله، و در پایان استاد، اگر به حرفای در مورد درسها و پیام هایی که قیام داشته و پیامد هایی که داشته اگر صحبت هایی داشته باشید. قیام به شکل سیاسی و به شکل اندیشوی خود پیامدهای مثبت زیاد داشته است. بزرگترین پیامدش این بوده است که بیشتری از رهبران استقلال طلب و آزادی خواه از این قیام به عنوان یک الگو و به عنوان یک اسوه فکری برایشان استفاده کردند، چی مسلمان بودند چی نبودند. و دوم هم درس نوی را در عالم سیاست در جهان اسلامی برای مسلمان ها ارائه کرد که در اسلام حکومت قبیلوی جای نداره و اقتدار موروثی جای نداره. ولی در کنار از او این شکلی یاداوری از این قیام، شکل فعلی که در کشور ما، در شهر ما و شماست، این پیامدهای منفی هم داره. یک بهانه میشه برای عکس العمل افراطی در برابری. وقتی تعدادی میآید به جای یا الله یا علی بگو، به جای یا علی یا حسین بگو، و یکی هم در شبکه‌های اجتماعی انداخته بود، یک کسی مدعی شده بود که حضرت موسی به جای یا الله یا علی میگفته، وقتی این به سوال افراطی در برابر از خلق میشه که خب مگر موسی هم که یا علی میگفته، همگی یا علی میگفته، خدا کجا بوده؟ این موسی چرا یا الله نمیگفته؟ در کجای قرآن آمده که به جای یا الله حتما یا علی باید یا حسین باید گفته شود؟ قضیه ای است که بسیار تلاش صورت میگیره فعلا و این را درک کردن علمای بزرگی از اهل سنت و از اهل تشیع تا این افراطیت اوج نگیرد، تا در جواب او عکس العمل و واکنش افراطی دیگه صورت نگیره. چون دیگرایی که وقتی میبینه این قضیه را، برای اونها هم بهانه ایجاد میشه که کسایی که وقتی به جای خدا این بزرگنمایی های دیگر وقتی انجام میده چی میشه، در کجای اسلام جای میگیره، در کجای قرآن جای میگیره. به خاطری که این افراطیت دو طرفه با وجود نیایه، خدای ناکرده ما گرفتار بحران شبیه مذهب جنگی پاکستان و جاهای دیگه نشویم، تا اندازه اینا، یعنی کسایی که میخوان از حضرت حسین یادآوری بکنند، یک شکل اعتدالی را به خود بگیره و به جای تاکید روی شعائر و ساختارها، تاکید بکنه روی انتقال محتوا و ماهیت و پیام، انتقال پیام حضرت حسین. بله، اصلا شکل و روش تعریف شده و مشخصی وجود داره که واقعا حالا از مناسبت عاشورا باشه یا هر مناسبت دیگری که باشه در اسلام، اگر تعزیت سوگواری صورت میگیرد، در تعزیت یک چیز است، تجلیل چیز دیگه است. ما طرفدار از این هستم که از قیام حضرت حسین تجلیل صورت بگیره. تجلیل شکل آزاد داره، میشه به شکل سمینار علمی و سیاسی صورت بگیره که بسیار خوبه. تعزیت در اسلام اول ضرورت نیست و دوم تعزیتی که هم است، برای او خیلی از علما تلاش کرده شکل بتراشه که میشه تعزیت یک کسی مداحی بکنه و دیگرها به یک صدا او را یادآوری بکنه، گریه بکنه، تظاهر به گریه کردن بکنه و امثال اینها. اما همه اینها هیچ پایه و استدلال بسیار قوی و محکم در اسلام نداره، چون تعزیت یکی از احکام، یکی از ضرورت‌های اسلامی نیست. البته بوده تعزیت صورت گرفته، ولی به شکل اختیاری صورت گرفته، به شکل اباحی صورت گرفته، ولی یک ضرورت نیست. ولی از این قیام درس گرفتن یک ضرورت است. ما ضرورت نداریم که چارچوبی برای تعزیت تعریف کنیم و یا او چارچوب اجرا کنیم. بر فرض اگر چارچوبی هم باشه، همان 3 روز برای یک متوفای مسلمان سوگواری، یعنی الحکم لله گفتن، انا لله و انا الیه راجعون گفتن است، و که دیگرا می و برایش دعا میکنه، همین. ولی ای که در کوچه و بازار برای او با این شکلای مختلف، اینا ما لااقل چیز جایی پیدا نکردیم. البته جایی را ما پیدا کردیم که هم در کتابای اهل سنت، هم در کتابهای اهل تشیع، که نیاحت، سر و صدا کشیدن، یخن پاره کردن، سیاه پوشیدن، اینا را غیر شرعی هم گفته. بله، و اینکه ما بتونیم از بیشتر شما مشارکت کنیم که از آموزه های این قیام، از درس ها و پیام هایی که این قیام داشته و اون جنبه های اصلاحی که داشته از او استفاده کنیم و از این شکل بیرونی امروزی بیرون بکشیم، چی شما باید؟ خب یک چیزی بسیار خوب شد در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ، فکر کنم 2-3 روز شده، مجلس یادآوری به مناسبت است جایگاه اهل بیت. بله. و این بسیار خوب است، دانشمندان سخنرانی میکنه، جوانان استفاده بکنن، سمینارهای راه اندازی شود، کتابهای درباره پیام این قیام نوشته شود و به نشر برسه، و همچنان به عنوان یک مضمون گذرا، یعنی به این معنا که سال یک بار یک درس در دانشگاه ها امی ماهیت خوب
فشرده تحلیل و ارزیابی شود. این بسیار خوب است. اخلاق حضرت حسین در قالب شعائر و در قالب کتاب ها ارائه شود. این بسیار خوب است. ولی اشکال دیگر جایگاهی ندارد. سپاسگزارم از حضرت. خیلی ممنون. در پایان هم سپاس از حضور وقت مهمان برنامه کمال الدین حامد استاد دانشگاه و همچنان تا لحظات دیگر هم بخش دیگری برنامه ادامه خواهد داشت. از شما هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.